بنام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شاگردای عزیز، خوش آمدین. امید که خوب و صحتمند باشین و درس هایتان را به صورت منظم و دقیقش تعقیب کنین. شاگردای عزیز، اگر شما باید داشته باشین، درس گذشته ما درباره چی بود؟ درس گذشته ما درباره حقوق پدر و مادر بود. در درس گذشته ما درباره جایگاه والای پدر و مادر خواندیم و همچنان در بخش قواعد دستوری مبتدا و خبر شناختیم. خدا کنه شما درس گذشته را یاد گرفته باشین. اگر شما در درس گذشته و یا هم کارخانگی درس گذشته مشکل داشته باشین، میتونین در بخش کامنت همراه ما شریک بسازین تا با مشکلات شما رسیدگی کنیم. گران زکوون کو خره ولست، خدای دې کی چروغ او جوړ او سی خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. زکوون کو کچېری ساسو پیات وی زمون تیر لوست د مور او پلار د حقونو په حقلو. په تیر لوست کې مونږه دا ولوستل چې په اسلام کې کوم حقونه مور او پلار ته ورکول شوي او همدارنګه مونږ باید د مور او پلار سره څنګه چلند وکړو. او همدارنګه د قواعد دستوري په برخه کې مو مبتدا او خبر وپیژندل. خدای دې کې تیر لوست مو زده کړی وي. کچېرې تاسو په تیر لوست او یا هم د تیر لوست کورنۍ دنده کې مو کومه ستونزه درلوده، نو کولی شئ کومنټ کې له ما سره شریک کړئ ترڅو ستاسو ستونزو ته رسیدگی وکړو. نو اوس راځو خپل نوي لوست ته. زموږ نننی لوست د لطیفه په هکله ده، یعنې ټوکې. مطمئنه یم چې تاسو کورنۍ کې خپل همزولو سره، خپل ملګرو سره، په مکتب کې خپل همصنفیانو سره زیاتې ټوکې کوئ، مختلف ټوکې. بعضې ټوکې دومره خنداورې اوسیږي چې طرف مقابل سه خپل ځان نشي کنټرولولی د خندا له لاسه. نو څو ټوکې ما سره تاسو په کمنټ کې شریک کړئ، وګورم چې ستاسو څنګه ټوکې زده. په نننی لوست کې مونږه لطیفه پیژنو. دا چې لطیفه څه شی ده؟ لطیفه یوازې همدا ده چې ته یو نفر وخندوې او که کوم بله مخه هم لري. شاګردای عزیز، درس امروز ما درباره لطیفه است. در درس امروز ما درباره لطیفه میخوانیم. ای که آیا لطیفه فقط به خاطر خنداندن و یا خندیدن است و یا هم کدام هدف خاص دیگه هم داره؟ پس متوجه صفحه 60 کتابتان باشین. لطیفه، لطیفه را در زبان انگلیسی جوک میگویند و آن متن کوتاهی است که راوی برای سرگرمی و خنده مخاطب و یا شنونده و خواننده نقل میکند. هرچند امروزه لطیفه های زبان دری بیشتر جنبه گفتاری دارند تا نوشتاری، اما نمونه های از صورت مکتوب آن در متن‌های قدیم به شکل حکایت‌های بهلول دانا و در برخی حکایت‌های منظوم یا منصور سعدی شیرازی، عبید زاکانی، لطایف الطوایف علی فخرالدین صفی و شاعران و نویسندگان دیگر نیز مشاهده می‌شود. در این حکایت‌های کوتاه که لطیفه گفته می‌شود، پلیدی‌ها و عیوب طبقات مختلف جامعه با ظرافت و استادی بزرگنمایی و نقد شده است. ناگفته نماند لطیفه ها که غالبا جنبه طنزی دارند، در ادبیات انتقادی جای مهم را احراز می کنند. اینک درزه چند نمونه منظوم و منصور لطیفه ها را از نظر می گذرانیم که از آثار مولانای بلخی، عبید زاکانی و فخرالدین علی صفی و دیگران برگزیده ایم. از فیه ما فیه مولانای بلخی. در انتظار جنازه، جمع ظرفا به خانه بخیلی رفتند تا از او چیزی اخذ کند. خواجه از آمدن ایشان خبر یافت. غلام را گفت بیرون رو و این جماعت را بگویی که خواجه من دوش وفات یافته است، معذور دارید. غلام بیرون آمد و پیغام رسانید. ظرفا گفتند خواجه ولی نعمت ما بود و در ذمت ما حقوق بسیار دارد. انتظار جنازه او میبریم تا بیرون آرند و بر او نماز گذاریم و به خاک بسپاریم. شمار عاقلان. بهلول را گفتند دیوانگان بصره را بشمار. گفت از حیث شمار بیرون است. اگر گویید عاقلان را بشمارم که معدود چند بیش نیستند. لطیفه، مرد ثروتمندی برای خود مقبره بسیار زیبا ساخت. وقتی که مقبره آماده شد از معمار پرسید این ساختمان چه کم دارد؟ معمار پاسخ داد وجود شریف شما را. لطیفه، روزی در جای خیرات و نظری می دادند، از فقیری که از همان حوالی می گذشت پرسیدن اشتها داری؟ گفت من در این جهان جز اشتها چیزی دیگری ندارم. ازدکاون کن. لطیفه تا پا انگلیسی جبه که جوک وی او عبارت لحقه لند متن سخده چه راوی یا
کیسه کون که ده طرف مقابل او یا هم هغه سوک چی او ریالولی هغه وخندوی. پا در این جبه که فعلن لطیفه چی ده ده ویولو پا شکل که ده. یعنی زیادتر گفتاری ده نسبت ده دی چی ولی کلشی یا ده متن پا شکل که راولشی. ده لطیفو مکتوب او یا هم لیکل شوه شکل زیادتر پا قدیمی متنونو که ده. چه زیادتره ده بحلول دانه به حکایتونو که راورل شویده. هم دارنگا منظوم و منصور شکری هم ده سعدی شیرازی، عبید زاکانی، لطیف التوایف علی فخرالدین صفی پا آثارو که هم لیدل شوی. لکسنگا چه منگا مخ که وویل چه آیا لطیفه یوازه مخه ده طرف مقابل خندول دی؟ نه. پا لطیفه که زیادتر وقت دو طولنو او جامعو دو عیبونو دو سختیو دو شواریو ستونزو خودل هم رازی. چه لطیفه یوازه دو باید داسی نیمی چه طرف مقابل حقی که منگا وخنده و نه. منگ دو خنده پا شکل که دو خوشحاله پا شکل که دیوی طولنی عیبونا کسافتونا فسادونا او طول سختیگانی هم پک خواهیم. نو مون باید لطیفه هغه لطیفه څخه ګټه واخلو علاوه پر دې چې طرف مقابل خندو یو هدف ورته هم ورسو. ستاسو کتاب کې بعضې لطیفه راوستي چې زه تاسو ته لولم تاسو ورته پام وکړئ. لومړی عنوان دی در انتظار جنازه. د جنازې په تمه یو ډله کسان د یو شیخ کور ته لاړل، البته یو بخیل شیخ. نو دوی کله چې لاړله شیخ چې د دوی د راتګ نه خبر شو نو خپل همغه غلام ته وویل چې زه ته لاړ شه دا خلکو ته ووایه یا دغه ډلې ته ووایه چې پرون شپه زموږ شیخ وفات شو نو تاسو وبخئ چې راغلی یاست. کله چې غلام لاړ هم دا خلکو څخه نو ورته وویل چې ډېر زیات وبخئ تېره شپه زموږ شیخ وفات شو نو تاسو خپل زحمت وبخئ یعنې بیرته لاړ شئ. نو هغه خلکو وویل چې دا شیخ چې و د خدای نعمت و موږ سره یې ډېرې مرستې کړي نو موږ په تمه پاتې کېږو چې تر څو تاسو د دې جنازه وباسئ د جنازې لمونځ ورته وکړو. او همدارنګه بله نمونه دا ده چې د بهلول دانا نه یې پوښتنه وکړله چې د بصرې د ښار بې عقلان او یا نادانه کسان راوشمېره. نو بهلول ورته وویل چې د دې نادان کسانو شمېرل خو سخت دي، خار که چه همغا هوخیار کسان دی همغا بازه تاستاش میرم. ده بحلول مقصد دی نو چی یعنی خار خود نادانان ندک ده کم خوب بکی هوخیاران دی نزو بیدر ده هوخیاران وش میرم. هم دارنگا نور مثالونه هم تاست را وستی پتی کتاب که چه تاسی ول ولی او نور تای هم کسو کری ترسو حقوی هم و خندوی. نو ما دل وست خبازی نوی لغتونه تاست ویستی چه ده لغتونه ما سر پگرد اولوائی پلیدی یعنی ناپاکی، راوی یعنی کیسه کون که همه غصوب چه روایت کن، عیوب ده عیب جمع ده یعنی عیبونه، احراز لاسترارل او یا هم ترلاسه کول، زمت بار او یا هم وزن. نزده کون که ده لغتونه حتما زکری ده دیل پاره چه ده لوست پا معنا کولو که او زده کولو که تاثر دیر زیاده مرسته. نو اوس را زو خپل د لوست بله برخه ته زمنګ د لوست بله برخه د قواعد دستوري برخه. کچیر ستاسو پیاد وی مونږ په تیر قواعد دستوري کې خبر او مبتدا مو پیژندل او همدارنګ د هغې ډولونه مو هم و پیژندل. کوم کومو؟ خبر او مبتدا ساده، خبر و مبتدا ترکیبی، خبر و مبتدا متعدد. په نننی لوست کې مونږ ساده مبتدا و خبر لولو. پا مکی تختیده؟ مبتدا و خبر ساده آن است که فاعل و فعل آن متعدد نباشد. ساده مبتدا و خبر حق ده چه حقه که فعل او فاعل دیر نیوی متعدد نباشد. دیر نیوی یعنی پکیوی. فاعل سوک ده او فعل سشده. فاعل سوک ده او فعل سشده. فاعل مو ویل چه دیو کار تر سرکون که پر جمله که مون فاعل حقا چاته ویو چی او کار تر سره که او فعل مون پر جمله که حقا تا ویو چی حقا کار تر سره شوه وی حقا کار چه مون پا که تر سره کو حقا تا مون فعل وی. جملو تا پا مکنی؟ احمد با گلستان رفت. بده جمله که کما برخه نهاد ده و کما گزاره؟ آفرین. احمد نهاد او با گلستان رفت گزاره او یا هم مبتدا او
خبر. نو منگورو چه پده جمله که فاعل هم یو ده او فعل هم یو ده. نو ده جمله تا منسشه ویلشو ساده مبتدا و خبر. بلا جمله ده حسین به کتاب خانه رفت. حسین کتاب تون تلر. پده جمله که حسین سوک ده فاعل یعنی فعل یا عمل تر سره کوي او فعل کوم یو ده رفت یعنی همغه عمل چې تر سره کوي فعل ده فاعل تر سره کوون کوي حسین او عمل یا فعل رفت نو په دې جمله کې تاسو هم ګوري چې د کار تر سره کوون کوي هم یو ده او فعل هم یو ده نو دې ته مونږ ساده مبتدا او خبر ویلې شو ساده مبتدا و خبر هغه دی چې په هغه کې فعل او فاعل زیات نیوي یعنی یو یو وي دا هم د قواعد دستوري برخه وه اوس راځو خپل د لوست بلې برخې ته زموږ د لوست بله برخه ده فعالیتونو برخه ده چې د فعالیتونو برخه ستاسو کورنۍ دنده ده او بله کورنۍ دنده مو دا ده چې لکه څنګه مې چې مخکې هم وویل د درس په شروع کې تاسو به څو دانې لطیفې جوک او یا هم ټوکې ما سره په کومنټ کې شریک کړئ که چیرې بل زده کوونکی هم دغه ویډیو ګوري نو لږ څه وخاندي ستاسو د دې ټوکو په ویلو باندې دا هم زموږ نننی لوست په نننی لوست کې موږ لطیفه وپېژندله دا چې لطیفه څه شی ده آیا یوازې د طرف مقابل د خندولو دپاره دی او که کوم بل هدف هم لري همدارنګه بعضی نوي لغتونه مو هم زده کړ او د قواعد دستوري برخې مو مبتدا او خبر وپېژندل خدای دې وکړي چې نننی لوست مو زده کړی که چیرې تاسو په نننی لوست کې کومه ستونزه درلود نو کولی شئ کومنټ کې له ما سره شریک کړئ تر څو ستاسو ستونزو ته رسیدګي وکړو ویډیو درسره لایک او د لا زیاتو درسونه ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ